هنو کجایی؟ در خونه کریم بوستا. در پیرمانی؟ آرز نیومده اینجا. چشم نمونم خانده داشت راجب شیروانی. در مورد شیروانی چی؟ من چاقو تو شوت کردم تو آشغالا که بری سراغ گالون بنزین. هیچی نگو. هیچی. حالش خوب میشه. جون آدم ها اصلا برات مهم نیستم. من باید برم. توش پوله. میشینی اینجا پیگیرش میشی تا بیارنش بیرون. هر نیم ساعتم به من زنگ میزنی. به خانوادشم خبر بده. خوبی آبجی؟ ببین آرز اومده اونجا. نه همین جوری پرسیدم. نه تو حجرش نبود، گفتم شاید اومده اونجا. نه میگم همین جوری پرسیدم. خیلی خوب، من میام اونجا، میخوام داییو ببینم. ازش بیخبری؟ یه دو ساعتی میشه. دو ساعت؟ هر روز دو ساعت. من باز میکنم. نه من روز میشه داری؟ من باز میکنم. سلام عمو، تو پنج هفته تو عید تو میشه برم ورش دارم؟ سلام. آرز بر نگشته اوجه؟ آرز هنوز بر نگشته نه. بار پیاز و سیب زمینی و موزه دیدم جامع فتوله هم رسیده اوجه. جامع فتوله زنگ باشه.
اومدم. از اتاق عمل آوردنش بیرون، بیهوش آقا، ولی میگه ضربه مغزی نشده، زبون عقلش کار میکنه. اگه تو اون اتاق نگرش داشته بودی حالا نه عقلش کار میکرد نه زبونش. خواستم شما رو تو درسن انداخته باشم. من امروز تو درسن هستم. زن و بچه شن. بله. صاحب کارشم خانم، از هیچ چیزی دریغی نیست، اصلا نگران نباشید. خرج بیمارستان که فبه ها، خرج خودتونم روی چشم، به خیرم که گذشته. هر مشکلی هم پیش اومد، هر احتیاجی داشتید، این سر کارگرش هست. نه فقط امروز، تا روزی که شوهرت خوب بشه برگرده سر کار، حقوقش بیشتر میشه که کمتر نمیشه. خودم هم میمونم تا به هوش بیاد. خوبه کوچولو؟ سلام. سلام. خونه آبجی خانومی؟ بله. خوبی؟ ناراز نیومده اونجا؟ نه نیومده اینجا. مهتاب جون میشه امشب خونه آبجی خانوم بمونی اگه یه موقع آراز سر و کلش پیدا شد به من زنگ بزنی؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده، یه چی که حرفمون شد. پس قرار خواستگاری چی؟ وای حنیف. یعنی چی وای حنیف؟ اصلا یادت نبود؟ حنیف میدونه امشب خانواده منتظرشن؟ آره؟ الو حل قد کن جونم. خانده داشت مرد حسابی، مگه امشب تو خواستگاری نیست؟ چرا هست؟ بچه رو یه کلمه به من نمیگی؟ چی بگم؟ شما فرموده بودی اینجا بشینم. نشستم در خونه کریم بوستان، از آرازم خبری نیست. بپر برو زیر دوش، کت شلوار تو تنت کن، دست خواهرتو بگیر، باشه بیا خونه پدر زن من. اینجا چی میشه پس؟ من اونجا چی؟ میگم خواستگاریته. میخوای که بذارم جای خودم بعد بیام؟ نمیخوام که اعلام روزنامه کنم. که الان نگران خودشم این پسره کجا پاشده رفته. خوانده داشت هنوزم نپرسم چی شده. پاشو پاشو بیا حنیف جان که امشب شب مراده، شب خواستگاری ته. زود بیا. با اجازه که اومدی توی پیست این موقع شب؟ کلاتو بردار، بهت میگم کلاتو بردار. آراز؟ تو اینجا چیکار میکنی این موقع شب؟ باید سو ببینم. اوه
من یه دل دارم، چند تا دلبر. آبجی عاطفه که شش سالمه، مهتاب و حنیف و آرازم باقیه دلبرا. البته من یه حنیف میگم، شما چند تا بشنوید. مهتاب گفت شما گفتید کی بهتر از برادر خونده چاوش. البته خدا سرشاهده، خونده ناخونده نداره، خود خود برادره. حنیف از اون برادر هست که میشه باش حبس عبد کشید. چرا آقای مشایخی؟ چون پاکه، تو چش زل زدن بلد نیست، نامردی بلد نیست. تو نامردی خنگه، ولی تو مردی انیشتین. چاوش یه دختر گرفته از شما مثل گل، حالا میخواد یه دختر دیگه بگیره از شما مثل برگ گل، واسه داداشش، واسه داداش حنیفش. حنیف پاشو گذاشت تو خونه پدری من، برکت خونه چوبله شد. بابای خدا بیامرزم تا نگاهش افتاد بهش انگار گم شده سالهاشو پیدا کرده باشه. روش باشه، من نمیگم به غلامی قبولش کنید، میگم به مردی قبولش کنید. حنیف سخاوت داره، ولی قد سخاوتش پول نداره. من سخاوتم کمه، ولی پول دارم. به رسم هدیه، به رسم رسوم، یه واحد 200 متری دارم تو دربند، یا اصلا هواش مریض رو شفا میده. اون میاد پشت قباله دختر خانم شما که خواهر زن منه و مونس زنم. شما هر احترامی به من دارید از من کم کنید، به برادرم حنیف اضافه کنید. ببخشید. بله؟ اونجا به سلام آراز نسم شبه بده تو پلیس، اینو زنگ دادم پلیس داره میاد، سریع خودتو بده. آراز چیه، چی شده؟ ورود غیر مجاز داشته. ورود غیر مجاز چرا؟ هر روز میاد اینجا، کار هر روزشه. این موقع شب اجازه ورود نداشته، حالا وارد شده، از آسفالت اینجا که کم نشده. برو عقب آقا. آقا برو عقب، چه برادرمه. بیا کلانتری. شما زنگ زدی مامور؟ خواهش میکنم بیا عقب. آقا دستتو بکش ببینم این چه خراب شده ای که چفت و بس نداره قفلش. گفتاش چه شکوند آقا جون؟ واسه همه میری کلانتری. آقا کلانتری جای خلافکاره، این ورودم خلافه. خیلی خوب، یه لحظه صبر کن. منم بودم، منم ترکش بودم، منم ترکش بودم. نبودم، بودم یا نبودم؟ بود آقا. بوده آقا؟ نبوده آقا، داره میگه بوده دیگه. مگه من اول ندیدم؟ پس میگم ترکش بوده. بفرما. سرکار باید قرصشو بخوره. کردم یه روزی به خاطر کریم بوستان پشت کنی به من. لباس کهنه تن بابامون کردی تشنه و گشنه ولش کردی اون دنیا. کریم بوستان کیه خان داداش؟ کریم بوستان کیه؟ کریم بوستان از بابامون بگو. خدا هیچ پدری رو به خاطر پسرش مجازات نمی کنم. آیا تشنه، لباس پاره، خوابه، مزیونه، نبروته،
مخصوصا خوابای تو که به قرص و دوغ و دور زدن با ماشین من بنده. ولی امشب تو ماشین خوابم نبود، چون من نبودم، چون دوغش کم بوده، چون خودم برا دوغ درست میکنم. نبودم چون پشت کردی به من رفتی، بی خبرم گذاشتی رفتی. تا دست خط بابام اونو پاره کردی. تو از بابا چی یادته؟ چند سالت بود وقتی مرد؟ دست خطش که یادمه. نمیدونی آراس، نمیدونی بعد بابامون کریم بستان چند بره زده بود رومون. نمیدونم آقا، من هیچی نمیدونم. تو که میدونی بگو. من چیزایی که بهت میگفتم و تو حجره بهت گفتم. تو حجره فقط دست خط بابامون آتیش زدی، همین دیگه. به من نگو تو، یا املای سرورخ تا اینجا بزرگت نشدم که به من بگی. تو چته؟ چه مرگته؟ قرآن خدا غلط شده؟ من امروز هزار تا گرفتاری داشتم، از سر خواستگاری حنیف اومدم پیت، همه یه شهر رو پیت گشتم، نیومدم پیت که به من بگی تو. دارم گزارشتون رو می‌نویسم. چتونه؟ ما رو واسه چی آوردید اینجا؟ نشوندید رو زمین دستمند زدید که چی؟ دستمند زدید واسه اینکه رو آسفالت گاز داده؟ تو ملک مردم گازیده بی اجازه. خوب کاری کرده، یه عمر اونجا داره گاز میده. تو ملک مردم؟ ملک مردم، مال مردم، مردم، مال مردم مهم نیست؟ ول کن آراز، بیا پایین. میرزا غلطگیر من نشو. اگه کریم بوستانو دور نزده بودم که الان جفتمون نونخور پسرش بودیم. بابامون انقدر برامون گذاشته بود که نونخور کسی نشیم. بابامون هیچی برامون نذاشته بود جز یه اسم و آبرو تو میدون و پول کریم بوستان که امانت بود دستش. ضرر داده بود. سر چی؟ سر اینکه رفت و پول گذاشت تو کاری که تخصصش نبود. سیمان، اون سالا هر کی میرفت تو کار سیمان یا میشست رو طلا یا رو خاک. بابا اون نشست رو خاک و ضرر داد، همه چیشو باخت. داشت قبل مرگش اون صدون که حجرم به اسم کریم بوستان میکرد که طلبش رو صاف کنه، بعدم بره بشه کارگرش، کارگر کریم بوستان. ببخشید، من تو این خانواده بزرگ نشدم؟ چطور ما تا حالا از این چیزا نشنیدیم؟ شنیدی؟ تو دادگاه هم از زبون خاله شنیدی، هم از زبون ستار. شما گفتی ادعاست، آبجی عاطفه گفت ادعاست. چون بابا حرف کارو خونه نمی آورد. بابا اهل این حرفا بود. خب دوست نرش زنش بفهمه چی داره چی نداره، عین بوستان. بعد شما چند سالت بود که این چیزا رو بهت گفت؟ بهم نگفت، خودم فهمیدم. بابامون ازش خاک بلند میشد چون زمین خورده بود. فقط یه اسم ازش مونده بود، ولا خیر. پای، چرا دروغ به بابامون میبندی؟ رو خاک نشسته بود، خونش رو میفروخت. کدوم خونه؟ خونه ای که بعد مرگش بعد سر و سامون گرفتن بچه هاش ثبت و اوقاف کرده بود. خونه ما ثبت و اوقافه؟ کریم بوستان هیچ‌وقت از من خوشش نمی اومد. سه تا کارگر داشت تو حجره، ولی من باید جارو می زدم، من باید میوار و بار می زدم، من باید پادویی می کردم. آقامون نگاه می کرد ولی هیچی نمی گفت. از مادرم سوال کردم، گفت بابات می خواد تو مرد بار بیای. آره،
آقامون میخواست من مرد بار بیام، ولی کریم بوستان میخواست منو خوار کنه. حالا چرا؟ هیچ وقت نفهمیدم چرا. عالمو میگرفت، نگاش میکردم، حس و تو نگاش میدیدم، حس میکرد. آره، من سپر شماها شدم که تو الان حجره به نامت باشه، موتور فلان میلیونی زیر پات. میپرسیدی میخوام زیر پام باشه یا نه؟ الان میپرسم میخوای باشه یا نه. من همه چیم پر، مجرم، آپارتمان ها، خونم، همه چی، همش از اون سدونگ حجره ایه که قرار بوده بابامون به اسم کریم بوستون کنه میاد. همه رو میدم سگ خور. تو چی؟ تو هم میدی بره؟ همه چی تو میدی؟ خونت، حجرت، ماشینت، شیشتا کمد لباست، خونه ای که آماده است تا با لیلا بری تو زندگی کنی، موتورت. میخوای موتورت زیر پات باشه یا نه؟ خواهم داشتم رضایتشون رو گرفتم، هم سویچ موتور. برو، اومد فرصت نشد ازتون تشکر کنم. خانواده مهتاب خانم کجا؟ من کجا؟ همه چی تو گذاشتی وسط دومادشون بشم با بزرگون بشینم باشم. خانداش سویچ، خدا کن لیاقت این های محبت داشته باشم. نه، لیاقتشو نداری. داداش داداش بی داداش نوکرت هم امام زمان. بی لیاقتی به امام زمان. حرف و سخن تمومه، نبینمت فقط. خانده داش، خانده داش، حنیفم ها، نگام کن. خانده داش، حنیفم، نگام کن با تو. خانده داش، سلام برادر. نه، وسوسه تو راهه. جیبم باشه وسوسه میشم که یکی عین تو بشم. مگه من چه؟ من الله اعلم، خدا داند. اگه خدا داند بنده خدا چرا داره تهمت مشخار میکنم؟
چاوش یکی عین تو شدم کاری داره؟ صبح تا حالا که این چک تو جیبمه حالم یه جوریه که شدم عین تو. کارشناس بفرست، هرچی خساراتم بود تخمین بزن، بعدن چکتو پر کن. دق و ورم چاوش کشتتت نه؟ به خاک نشستن کریم بوستان کشتتم. گفتن نبینمت، بزن به چاک. اگه میخواستی نبینیم که وان نمیستودی ببینی حالا خوبه یا نه، بعد بری. خب بگو، اصلا بیا رو سرم آوار شکنده باش. نامردم اگه حرف بزنم، سر بلند بکنم. نبینی منو؟ من میشه دنیای بدون شما، میدونه بدون شما؟ سر چی؟ سر آتیش زدن انبار شیروانی غلط کردم. 300 دفعه 300 دفعه خوبه؟ من نمیذارم رو چک سفید امضا چیزی بنویسه. چاقو تو شوت کردم یه وری که بری گالون ورداری آتیش بندازی تو انبار مردم؟ آه؟ درد من چک سفید امضاست؟ آره؟ منو اینجوری شناختی که میخوای نذاری رو چکم چیزی بنویسن؟ بیا بیا رو چکم چیزی ننوشت، اومد رو خودم نوشت. اینجوری پامی؟ من گند زدم به خودم واسه خاطر پول، من اینکه داشتم این نفهمیدی؟ نمیفهمی که میری آتیش میزنی به مال مردم. آرز واسه چی تو کلانتری بود؟ صبح تا حالا چشه؟ چش بود؟ بگو گفتی نپرس؟ حالا بپرس. چرا؟ از خاطر اینکه یه دست خط از آقامون پیدا کرده که روش نوشته کریم استان راست میگه. آره؟ کریم استان راست میگه، شیروانی راست میگه، خوابایی که آراز میبینه راست میگه. بوستانو دو در کردم، مال اموالشو بالا کشیدم تا تو آراز شاگردیشو نکنید خودم شاگردیشو نکنم. مهدابو میخواستم، با آقای مهدابون بالا بالا ها بود، من این پایین پایین ها. بوستانو دو دری کردن تا منم برم اون بالا بالا ها. رفتم اون بالا بالا ها، ملتک خوری کردم، فقط خواستم خودم سری تو سر را داشته باشم. مهیه خواستم داشم سری تو سر را داشته باشم، داش آرازم سری تو سر را داشته باشه، داش حنیفم سری تو سر را داشته باشه. قرم تو سر داری؟ آرا سر داره که تو دوماد خونهاد مهتاب چیم، شوهر نرگس. آراز بخور و بچرخ و بچز و دنیا به هیچ چیش نماشه که آبجی به داداشش نگاه کنم اگه به
به حساب بانکی اشتباه کنه بگه به به. تو از خود پرسیدی عاطفه چرا همون شیرینی خورده رسول مونده؟ از خاطر تو؟ از خاطر آراز؟ میگه بذار یتیمای با اون مامانم رو زن بدم بعد خودم برم خونه شوهر. عاطفه اینجوری پای داشتش وایستاده، منم با دور زدن کریم بوستان. هر کسی هر جوری بلده دیگه. از یه جا به بعد فقط شدی شماها. نمیفهمی دیگه، نمیفهمی. من خودم آلوده کردم که مردم بگن عجب داداشیم، عجب داداشایی دارم. دیگه جلوی هر کس و ناکس دیگه این آستینت میرفت بالا، گندش در میومد، میرفتی گوشه زندون. من آدم لات نمیخوام دور و برم، آدم بیاورو هم نمیخوام، آدم آلوده هم نمیخوام. تنها آلوده این خاندان باید من باشم و تمام. واسه خودم کریم بوستانو دور زدم، واسه خونوادم. من یکی بستم واسه این خونواده، آلوده دیگه نمیخوام. فقط آراز خواب آخونو دیده، من ندیدم. ورد زبونمه به خدا که گناش پای منه. بی خیال آقام شو، بی خیال آقام شو. شده؟ من قیمت دادم بابت عذاب بابام که تو بری آتیش بپا کنی که من برم گردن کت کنم بگم بگذرید. چاقو بکشی واسه کریم بوستان که من برم پیش ستار گردن کت کنم که بگذرید. اگه میخوای باز دوباره چشم بهت باشه باید قول بذاری وسط. قولی وسط نیست. شما تشخیص دادی کریم بوستان دو درشه بس بس میشده. به چی میگم نگی نمک نشناسم. وقتی حاجی بود من یتیم بودم. شما یادت ستار تو چشام نگاه میکرد میگه آی دفتر حساب کتاب ورده بیار. بعد او حاجی شما یادش دادی اسمم حنیفه. سر خاک حاجی یادته گفت آی سینه خورمان ورده بیار. خفتش کردی، یقش کردی، خاکش کردی، گفتی اسم این او حنیفه. آی نیست از اون روز به بعد دیگه یتیم نبودم. به خدا گفتی با خودت حساب کتاب کنه پس باس بکنه. من و شما خوندادش میرم چشم، ولی قولی وسط نمیذارم. میرم ولی نه سر این که به میگی برو. نمیتونم قولی بهت بدم که زیرش بزنم. تردم کنی، شوتم کنی، سوتم کنی، هر جا کسی جایی تو بشکون میگیره حنیف آتیش بپا میکنه. پس ماجرا بالا گرفت. تیک پرونی دور زندگی اونا ندارین، ندارین. صد تا حق با چاوشه، ولی تو آراز جدا از این حق اونا هم. ارواح خاک پدر مادرم قسم یک لحظه ارواح پدر مادرمون انقدر قسم نخورن. از زبون من قول بدین که آسیبی به زندگی لیلا نمیرسه. فقط صدقه سر شما. توی دعوت با کریم بوستان خاله رو گذاشتم کنار. نرسه روزی که بفهمم پشت ناحق بودم. میدونی اون وقت چی میشه؟ دق میکنم. تنها